خب امروز میخوام نحوه اجرای ریتم 2/4 بهتون بگم که از 4 ضرب تشکیل شده، 4 تا نوت چنگه. اگر هم بخوایم بشماریدش میشه 1 و 2 و. انگشت پیتون رو میذاریم روی سیم 6، آکورد می مینور رو میگیرید و انگشت آی ضربه اولمون روی سیم های باس میخوره. داخل همه کسر میزان ها 2/4، 3/4، 4/4 همیشه ضرب اولمون ضرب قویه، به خاطر همین روی سیم های باس میذاریم. ضرب اول از بالا به پایین، مهم نیست روی چند تاش بخوره و هر کسی که حالا داره این ریتم میزنه زیاد به این فکر نمیکنه که روی کدام سیما داره ضرب میزنه، اون چیز کلیش هست که باید حفظ بشه. پس ضرب اول روی سیمای باس با آی، ضرب دوم از پایین و بالا روی سیمای تریل روی سه تا سیم تریب میتونید بزنید. ضربه سوم خف که واسه خف همزمان با این که با آی ضربه میزنید روی سیما ها و با این قسمت دستتون سیما رو خفه میکنید. اگر به این صورت ضربه رو بزنید میبینید که یه صدایی تولید میشه، یعنی سیما که داره میخوره به فلاتای فلزی این صدا رو تولید میکنه که اگر بخوایم شدتش بیشتر بشه با انگشت آی روی سیما میزنیم، با این قسمت دستمون سیما رو خفه میکنیم. که این کار میتونید آرومتر هم انجام بدید. این ضرب سوممونه، ضرب چهارممونم از پایین به بالا با انگشت آی روی سیمای تریپ. و یه کار دیگه که میتونید بکنید، اگر دو تا میزان 2/4 در نظر بگیرید، میزان اول رو مثل همین میزنید، واسه میزان دوم چنگ اولی رو نمیزنید. داخل یکی از ویدیوها دیدم که یکی از آقایونی که خیلی هم ویدیوهاش پرباز دیده داخل یوتیوب میگفت ضرب اولش سکوت میشه، در صورتی که اگه ضرب اولش سکوت بشه اینجوری میشه. که اینجوری اشتباه است. ضرب واحد دو میزان اول با ضرب یک میزان بعدی خط اتحاد داره، یعنی میشه یه نوت سیاه، مدت زمانش باید شنیده بشه. پس سکوت نیست، خط اتحاد دارن دوتا نوت با هم، میشه اینجوری. سه ضربه بعد دقیقا مثل همون ریتمی که بهتون گفتم، یعنی روی تریپ خف روی تریپ.